بابک اساقی همکارم همین حال از تل آویو با ماست. بابک، درگیری های این چنینی رو دیدیم در سالهای گذشته، اما این طور که نیروهای فلسطینی از غزه وارد خاک اسرائیل بشن و حملاتشون در مواردی موفقیت آمیز باشه، همونطور که دیدیم آتش سوزی گسترده در یکی از ساختمان ها بی سابقه است در چند دهه گذشته دست کم. بدون شک تصاویری که همکنون در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه در داخل اسرائیل، من به شخصه هیچگاه همچین تصاویری را در اسرائیل ندیده بودم. تصاویری باور نکردنی از وانت‌های سفید رنگی که بر روی اون افراد نظامی حماس نشستن و در خیابان‌ها در شهر ازدرو، در شهر مرزی بین نزدیکترین شهر مرزی بین نوار غزه و اسرائیل در حال رفت و آمد هستند و به همه جا تیراندازی می‌کنند. تصاویر بسیار وحشتناکی از این کشدارها دست به دست میشه و نشان داده میشه که این افراد در خیابان‌ها هر جایی که ماشینی دیدن و یا افرادی را در خیابان دیدن به سوی اونها شلیک کردن. با پلیس اسرائیل در کنار ایستگاه پلیس هم اونها درگیر شدن و هنوز در حالی که ما با هم صحبت میکنیم دقیقاً هیچ خبری از این که این مسئله به کجا رسیده ما در دست نداریم. گفته شده که حتی این امکان وجود داره که چند تر از این افراد نظامی نه تنها از راه زمین بلکه از راه هوا هم به صورتی با چترهای بالدار به این ور مرز اومدن و در یکی دیگر از شهرها هم در اونجا حملاتی انجام شده. حدود ساعت 6:30 صبح امروز بود، روز شنبه هستش، روزی که اسرائیلی ها در خانه هستند. صدای آژیر ابتدا در حوالی نوار غزه، شهرهای نوار غزه به صدا در اومد و موجی از موشک به سوی اسرائیل پرتاب شد. چندی نگذشت که در اینجا در تل آویو هم بارها و بارها صدای آژیر به صدا در اومد، گنبد آهنین به کار افتاد. همین الانی که با شما من صحبت میکنم، شاید 3-4 دقیقه پیش باز اینجا آژیر به صدا در اومد. در آسمان موشک های گنبد آهنین را که به سوی این موشک ها پرواز میکردن برای رهگیری ما به وضوح میتوانیم ببینیم. همونطوری که در پشت سر من میتونید ببینید، با اینکه امروز شنبه هستش و روز تعطیل هست، تقریبا شاید در هر چند دقیقه 3-4 تا ماشین بیشتر رد نمیشن. مردم در خانه ها هستن، در مرکز تل آویو در کنار تلویزیون ها و رادیوها، و این وقایع بسیار عجیب باور نکردنی را دنبال میکنن. همونطوری که گفتید، سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که اونها از نزدیک این مسئله رو دنبال میکنن. بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش به سوی کریا، وزارت امنیت اسرائیل، شروع کرده رسیدن و در اونجا مسئله را با فرماندهان ارتش قرار هستش که دنبال بکنه. ارتش از شهروندانی که در اسدرو و در شهرهای اطراف نوار غزه هستن خواسته که از خانه های خودشون بیرون نیان. تصاویر بیشتر از تصاویری هستش که مردم اتفاقا در داخل خانه هاشون از پنجره به بیرون این تصاویر را با تلفن ها گرفتن و افراد حماس را در خیابان های زرود اونها را نشون میدن. محمد دف، یکی از فرماندهان نیروهای نظامی در نوار غزه، اعلام کرد که عملیات طوفان و سیل مسجد الاقصی را اونها آغاز کردند. او گفتش که ما گفته بودیم که عملیات اسرائیل در صحن مسجد الاقصی و آنچه که در کرانه باختری میگذره بدون جواب نخواهد موند و امروز ما جواب اون را دادیم. فرداد، در حال حاضر ما هیچ دقیقا اطلاعی از آنچه که همکنون در ازدرود میگذره نداریم. ارتش اسرائیل تنها گفته که خرابکاران وارد ازدرود شدن، موشک هم از توان نوار غزه پرتاب شده. تصاویری از کشتار را ما دیدیم، بسیاری مجروح، بسیاری کشته را ما در اونجا دیدیم. حتی گفته شده که یکی از سربازان اسرائیلی توسط افراد حماس دزدیده شده. تصاویری در این رابطه هم دیدیم، اما چون که هیچ کدوم از این تصاویر و هیچ کدوم از این خبرها تایید شده در حال حاضر نیستش، به اونها نمیشه متکی شد. اما آنچه که معلوم هستش، رگبار موشک‌ها ادامه داره، افراد حماس هنوز در شهر
شهر ازدرود هستند و تبادل آتش هم ادامه داره در این روز باور نکردنی در اسرائیل. بابک، همین الان که داشتیم حرف می‌زدیم، تایمز آف اسرائیل یا تایم اسرائیل گزارش داده که وزیر دفاع این کشور آقای گلانت دستور داده که به صورت گسترده تمام نیروهای ذخیره اسرائیل هم به حالت آماده باش در بیان. الجزیره هم داره به نقل از ارتش اسرائیل گزارش میده که از زمین، هوا و دریا اسرائیل تهدید کرده، که تهدید که نکرده، عملاً اعلام کرده که غزه رو بمباران خواهد کرد. به نظر چیزی شبیه یک جنگ تمام عیار اینطور نیست؟ بدون شک همچین مسئله‌ای که امروز در اسرائیل به وجود اومده بدون پاسخ اسرائیل نخواهد بود. این مسئله نیستش که اسرائیل بخواد اون را با یک عملیات محدود چند روزه در نوار غزه و بمباران مواضع حماس به پایان برسونه. من بعید نمیدونم که ارتش اسرائیل در این وضعیت مجبور باشه که وارد نوار غزه بشه. سربازان از سراسر اسرائیل امروز ساعتی پیش به پادگان‌ها و پایگاه‌های خودشون، اونهایی که در تعطیلات بودن، فرا خوانده شدن. من هم اکنون در همین جایی که هستم می‌بینم سربازانی که خیلی سریع خودشون را برای بازگشت به پایگاه‌های خودشون آماده می‌کنن. بدون شک اسرائیل برنامه‌ریزی در این رابطه داره و می‌رود که روزها و شاید هفته‌ها و ماه‌های پرتنشی را اسرائیل دنبال بکنه. هم اکنون باز هم ما صدای انفجار را در بالای سرمون در تل آویو، واقعا یک صحنه جنگ هستش آنچه که امروز در اینجا میگذره، میشنویم. بله فرداد، منتظر واکنش شدید اسرائیل خواهیم بود. فقط اشاره بکنم در سمت راست تصویر که میبینید زده زنده تل آویو مربوط به تصویر بابک است. تصویر دیگری که دارید میبینید مربوط به نوار غزه است که فعلا در این لحظه آسمانش آرام به نظر میرسه، ولی میشه حد زدش که این آرامش چندان دوام طولانی نخواهد داشت. بابک، اشاره کردی به وضعیت در تل آویو. حالا میگیم تل آویو شمال مثلا اشکلون هست. خبرنگار الجزیره همین چند لحظه پیش، داشتم الجزیره انگلیسی رو نگاه میکردم، در شرق اورشلیم از بالای سرش راکت رد شد. چقدر بی سابقه است چنین چیزی؟ دقیقاً ما از جنگ چند سال پیش که 3 موشک به سوی اورشلیم شلیک شد از نوار غزه، تا کنون موشک به سوی نوار غزه از سوی حماس و نیروهای نظامی دیگری شلیک نشده بود. بدون شک همه آنچه که در اینجا می‌گذره عجیب هست، باور نکردنی هستش. باید گفتش که اسرائیل غافلگیر شده. اسرائیل در هیچ کجا ما هیچ خبری از اینکه امکان درگیری در روزها و ساعت‌های آینده باشه دریافت نکردیم. حتما باید که خانه خودشون را یک خانه تکانی خیلی جدی انجام بده ارتش اسرائیل که بدین صورت غافلگیر شده. حتی بعضی از رسانه‌ها وضعیت امروز در جنوب اسرائیل را به آنچه که در جنگ یوم کیپور در سال 1973 گذشت تشابه کردند. در اونجا هم اسرائیل غافلگیر شد و کشورهای عرب به اون حمله کردند. البته به این گستردگی نیست آنچه که اینجا می‌گذرد، اما بدون شک اسرائیل غافلگیر شده و حملات موشکی فرداد همچنان ادامه داره، تمام نشده. تمامی حومه نوار غزه هر چند دقیقه، من صدای آژیر را در تلفنی که دارم میفهمم که هر گوشه به گوشه نوار غزه مورد حملات راکتی قرار گرفته. همانطوری که گفتید 2 موشک هم به سوی اورشلیم پرتاب شد. حملات به سوی مرکز تل آویو هم همچنان ادامه داره. ریشون لتسیون، اجدود جنوبتر از تل آویو، همانطوری که گفتید اشکلون، ما در شهر اشکلون پرتاب و برخورد یک موشک را دیدیم به یک خانه. آتش سوزی فراوانی در اونجا انجام شده بود. بدون شک در دقایق و ساعات آینده گزارش های مفصل تر و واضح تری از آنچه که امروز در سراسر اسرائیل میگذره به شما خواهیم داد. شبکه i24 یا i24 اسرائیل میگه که همین الان ارتش اسرائیل هم عملاتش رو به نوار غزه شروع کرد. بابک، میدونیم که تنش‌های وجود داشت، به خصوص در درگیری‌هایی که در مسجد الاقصا پیش آمده بود در هفته‌های گذشته، ولی چقدر قابل پیش‌بینی بودش که یک یورش اینچنینی نه فقط از طریق راکت بلکه افراد گروه حماس هم وارد خاک اسرائیل بشن صورت بگیره؟ آیا هیچ کس در اسرائیل حرف از احتمال چنین حمله‌ای می‌زد؟ فرداد، ما تقریبا هر روزه گزارش‌هایی را از
تنش‌ها به ویژه در کرانه باختری و در اورشلیم شرقی گزارش می‌کردیم. من دیروز و پریروز از برخوردهای شدید بین نظامیان در کرانه باختری در شهر طولکارم در خوارا گزارش کردم که 5 سرباز اسرائیلی، 2 تن از اونها به شدت زخمی شدند در تیراندازی و تبادل آتش بین نظامیان. بنیامین نتانیاهو گفته بود که کرانه باختری در حال حاضر تحت فشار و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران هست، افراد نظامی اون، و تلاش بر این هستش که کرانه باختری را به گونه ای وارد دور بکنن و اینطور که به نظر میاد تا حدی موفق هم بودن. و آنچه که در کرانه باختری در این روزها گذشت، نوار غزه هم اون را به گونه ای اثر اون را نشون داد. در اینجا باید در رابطه با حکومت خودگردان فلسطینی هم بگویم فرداد که حکومت خودگردان فلسطینی تا کنون سکوت کرده بود، اما دیشب سخنها و گزارش‌های از تبادل آتش بین افراد نظامی حکومت خودگردان فلسطینی و افراد نظامی که در کرانه باختری بر ضد اسرائیل فعالیت می‌کنند هم به گوش رسیده بود. گروهی از این نظامیان، گروه‌های فلسطینی طرفدار جمهوری اسلامی ایران، خواسته بودند که وارد کرانه باختری بشن. حکومت خودگردان از اونها جلوگیری کرده بود و این باعث تنش و تبادل آتش به اونها شده بود. بدون شک محمود عباس خواهان این تنش نبوده و کرانه باختری به اصولا نمیخواسته که در حال حاضر وارد این موضوع بشه. اما فرداد، من فکر نمی کنم که این مسئله به غزه تموم بشه. اسرائیل بدون شک واکنشی در کرانه باختری هم به نظامیانی که در حقیقت باعث این تنش و باعث این درگیری شدن نشان خواهد داد. همانطوری که گفتی، جنگنده های اسرائیل به طور محدود در حال حاضر مواضع حماس را مورد حمله قرار میدن. پروازها بر فراز نوار غزه ادامه داره، اما این واکنش جدی و اصلی اسرائیل نیستش. بدون شک همانطوری که گفتم، پس از اینکه کابینه امنیتی اسرائیل جلسه خودش را پایان داد، حتما بیانیه‌ای در این رابطه بیرون خواهد اومد. و همانطوری که سخنگوی ارتش اسرائیل دقایقی پیش گفت، پاسخ اسرائیل بسیار سنگین و کوبنده خواهد بود. امروز مدارس و کارمندان دولت در نوار غزه تعطیل هستند، گفته شده که به سر کار نیان. مواضع حماس در داخل غزه هم کاملا خالی شده، اونها بدون شک خودشون را برای عملیات انتقام جویانه اسرائیل در این رابطه آماده کردند.